اگر دقت کرده باشید، هرگاه حکومت با خطری جدی مواجه میشه و امکان سرنگونیش زیاده، در دقیقه 90 نجات پیدا کرده و همچنان میمونه. و اما طبق تعریف فلسفه، اگر واقعی یک بار اتفاق بیفته، حادثه نام داره و اگر مدام اتفاق بیفته، اسمش عوض میشه و دیگه حادثه نامیده نمیشه. و این در حالیه که هیچ کشوری در دنیا بیش از کشور ایران به علت دین اسلام قربانی بازماندگی از پیشرفت‌های سیاسی نشده و ما ایرانیان بر اثر وجود اسلام در این کشور فرصت‌های زیادی رو از دست دادیم. تاریخ نشان میده که اسلام ایران رو به صورت یکی از وامانده‌ترین کشورهای دنیا از نظر ترقی و پیشرفت درآورده. ملت ساده و از همه جا بیخبر ایران هنوز مونده تا پی ببرن که کشورمون در شورش 57 به دست چه اهریمنانی اشغال شد و فقط بعد از سقوط فرقه تبهکاره که اسناد بیشماری در افشای ماهیت واقعی این مزدوران دست نشانده بیرون خواهد آمد، به طوری که حتی متعصب ترین طرفداران جمهوری اسلامی نیز از تعجب شاخ در بیارن و باورشون نشه که چه کسانی مهره استعمار بودن و چه جنایاتی انجام دادن. الان ایران به بدترین شکل ممکن مورد تجاوز قرار گرفته و ایران ستیزترین موجودات بر سرنوشت کشورمون حاکم شدن. و این در حالیه که هر لحظه سکوت ما در برابر این متجاوزین برابر با نابودی و فلاکت بیشتر ما در روزهای پیش رو. در شورش 57 مردم باور کرده بودن این موجودی که از راه رسیده خمینی 25 سال دیکتاتوری رو به پایان خواهد رسوند. به علاوه دعای خیر و سجاده و تسبیح هم ضمیمه داره. در نتیجه کسانی که درد اسلام داشتن جذب او شدن و از همه مهمتر با برداشت‌های شرقی به او ابعادی فوق طبیعی دادن. و اما موجی با قدرت و شدت او رو بر فراز خودش حمل می کرد و آنچه که نباید بشه شده بود. آینده ایران در یک جمله است، رنسانس. ما باید خرد رو بذاریم جلوی خرافات. خرافات پدر ما رو در آورده. این خرافات اگر شما بیرون بکشید، یک ایران آزاد مستقل که من میگم داکترین پهلوی. سوال اینجاست که آیا خمینی چنان که گفتن با سرویس های جاسوسی انگلستان در ارتباط بوده؟ فقط کافیه یادآور بشیم که او از اعضای اخوان المسلمینه، یعنی نفرت انگیزترین گروهی که کره خاکی به خودش دیده. اخوان المسلمین با انگلیس ها پیوندهای قدیم و عمیق دارن و اما اسناد موجود شاهد این ادعاست. و این در حالیه که از 150 سال پیش انگلستان همیشه با ملاها و با اعضای اخوان المسلمین به طور خاص روابط نزدیک داشته و هر بار که آنها دسیسه سیاسی چیدن یا کودتایی برپا کردن با کمک و همدستی ملاها بوده. بعد 1500 سال حکومت رو از دشمن گرفت، اسلحه رو گرفتی، بیت المال رو گرفتی و تحویل اهل بیت. برای حفظ این سر نیرو باید هر هزینه ای رو پرداخت، چون اگه دوباره به وسیله دشمنان داخلی و صهیونیست خارجی و مسیحیت اروپایی و امریکایی از ما این حکومت رو بگیرن، اسلحه رو بگیرن، بیت المال رو بگیرن، دماری از روزگارمون در میارن که نتونیم جبران کنیم. جالبه که بدونید نشدنی ترین کار ممکن در جهان، تکرار میکنم، نشدنی ترین کار ممکن در جهان که فقط از دست آخوند برمیاد، گدا و بدبخت کردن یک جمعیت 50-60 میلیونیه که 7 برابر ثروتمندتر از هر آدمی تو دنیاست. هر کسی به فراخور دوست داشتنش حرف میزنه، هر که مخالف مصدق مخالف مصدق، هر که مخالف شاه مخالف شاه، اصلا قضیه تاریخ و فکت همه چیز از بین رفته، همه شدن یک حزب. من اینجوری میبینم رادیو تلویزیون ایرانی رو دیگه. اگر امپریالیسم بده، چرا تو آمریکا استاد دانشگاهی؟ چرا در سراسر آمریکا از لانگ بیچ گرفته تا فلوریدا تمر دیدید؟ بعد میگید آمریکا جای بدیه؟ آخه شما چقدر بی انصافی، شما شرافت میهم پرستی و کشورداری رو ندارید. و اما اگر میخواید بدونید که پولهای مردم ایران
کجا خرج میشه، این هم نمونه دیگه از مغزشویی کودکان در آفریقا. السلام علیکم یا صاحب الزمان. آیا میدونین اولین کسی که قمه‌زنی رو در ایران بدعت گذاشت که بود؟ اولین نفر سفیر فخیمه انگلیس بود که در سال 1296 در باغ سفارت انگلیس تهران قمه زد و این جهل مقدس رو همانند بسیاری دیگر از خرافه و گمراهی به خورد ملت مسلمان ایران داد و خدا میدونه که چقدر بابت این حق خدمت پاداش گرفت و امکانات نصیب خودش کرد. تصویری که میبینید سفیر قمه‌زن انگلیسه که چندی پیش اسناد سوخته سالهای دور MI6 رو منتشر کرد و در یکی از گزارشات این اسناد در ارتباط با سنجش حماقت مردم ایران مربوط به سال 1328 آمده که خزینه‌ای در شوش بوده که بسیار آبی کثیف و متعفن داشته. ماموری انگلیسی از MI6 خودش رو به کوری میزنه و در حضور مردم از آب گندیده خزینه میخوره و به چشمهاش میماله و ادعا میکنه که شفا پیدا کرده. و اما بعد از آن واقعه مردم برای تبرک به خزینه هجوم میارن و با نوشیدن آب آلوده و مالیدن آن بر سر و صورت خودشون از آن شفا طلب میکنن. و همچنین در انتهای این سند آمده حماقت مردم ایران هنوز به حدی هست که تا سالهای سال میشه اونها رو بازی داد و سوارشون شد. نوشته بهش جاییست که بین چهار رود فرات، دجله، ارس و کور قرار داره، یعنی بین و نهرین بزرگ. این بهشته. اون زمان بهترین قطعه یا ریل استیت جغرافیایی که شما میخواستید پیدا کنید که اینها رو بنویسید همون منطقه بین النهرین بود. دانش اونجا بود، باربری، کشاورزی، آبیاری، همه چیز اونجا بود، از کشمیر تا نیل. حتی در بعضی از کتاب ها آمده وقتی کوروش آمد و به یهودیان گفت شما آزادید، برگردید به اورشلیم، بروید به اسرائیل، بعضیا نرفتن، گفتم ما در بهترین سرزمین دنیا هستیم، منطقه دنیا هستیم. پس بنابراین آقایون بهشت اشتباه دیدید. بهشت همینجاست، همون ایران ما بهشت بود، شما نابودش کردین. نکته دیگر که شفافتر برای شما بازگو کنم، نه برای شما، برای همه اربابانتون، در واقع اون گروه محفل انگلیسیزاسیون اسپانیا نتونست غلطی بکنه. ترکماندا در تاریخ موند به عنوان اولین هیتلر، یک کشیش دیوانه دومینیکن که داشت همه رو به آتش میکشید و در واقع تمام مردم رو از اسپانیا فراری داد و اکثر همین جامعه یهود، جامعه مسلمانان به اصطلاح مسیحی شده، همه رفتن کجا؟ قسطنطنیه، بیزانت، اونجا شد امپراتوری. بنابراین اینها نتونستن کاری انجام بدن، تاریخ رو تغییر بدن، بلکه رفتن تو زباله تاریخ. چرا؟ وقتی شما به شاهکار کمدی الهی دانته گوش میکنید، خط به خط اون رو نگاه میکنید، جایی که شما میگه دوزخ کجاست، برزخ کجاست و به اصطلاح بهش کجاست، تمام تلاشش اینه که شما را از شر این روحانیت نجات بده. روحانی وقتی رفت در بازی خرافات خطرناکتر از هر جنایتکاریست، چرا که روح آدمها رو در واقع میکشه و اینها دارن روح ملت ایران رو میکشن. ایرانی که ایرانی بود، ایرانی که مدرن بود، مسلمانم بود، مسجدم میرفت، همه ما صدای اذان رو هم میشنیدیم. زنده یاد مانوک خدابخشیان میگه بهشت همان ایران ما بود که ملایان نابودش کردن. عمو مانوک میگه اگر میخواید رژیم بره، شما هم حتما از پای منبر بی بی سی چی ها و مهره های حجاریان و نفوذی های خانه عنکبوتی عبور کنید، همینو بس. ولی الان نه، الان همه چیز زشته. همون جوری که دانته میگفت، دانته میگفت اینها کاری کردن چون فرار کرد. این روحانیت، این سیاست بازی های دو گروهی، گلف سفید، گلف سیاه، همین روحانیان مبارز، روحانیون مبارز، روحانیت مبارز، اینها فاجعن. حالا خوشبختانه یکیشون داره میره، مهدوی کنی، هیچ تغییری هم نمیکنه. این دایناسورها هنوز هستن. نگاه کنید وقتی دانته درباره برزخ نوشت، نه دوزخ نه بهشت،
به قدری زیبا توصیف کرد که یکی از میتونیم بگیم برجسته ترین موزیسین های تاریخ دنیا، تاریخ هنری یا موسیقی دنیا، فرانک لیست تصمیم گرفت یک سمفونی اجرا کنه، سمفونی با پیانو. چرا؟ تا روح مردم رو صیقل بده. فقط بشنوید که شیخ حسین انصاریان چطوری خودشون و هدف آخوندار رو لو میده. چه حکومتی به این شیاطین بدهکار بودیم. امام زمان تو یکی از توقیاتشون نوشتن هر گره‌ای که به کارتون افتاد اگر هیچ دعایی، زیارتی، ذکری نتونست حل بکنه متوسل به من وضعیت مردم ایران رو میبینید که این حکومت به چه روزگاری کشونده؟ خانواده هایی وجود دارن که کم کم 4 سال رنگ گوشت رو ندیدن. حالا نگرانی های این حکومت رو ببینید. پیشنهادات جدیدتر و بهتری رو برای حمایت از لبنان و کمک به شکستن محاصره اقتصادی لبنان داریم. خودتون خوب میدونید که ایران به دست بیگانگان اشغال شده. چرا باید سکوت کنیم؟ حال ملت ایران عیناً حال خانواده‌ایه که پدر معتادش همه ثروت خانواده رو خرج مواد و لاتهای محل میکنه و هر از گاهی زن و بچه رو کتک میزنه تا یادشون نره که رئیس کیه. داریم به سمت عصر مجازی میریم. یک عصری که دنیای سبودیست، یعنی که شما حالا الان من میگم برو تو اینترنت خرید کن، فردا بهت میگم بلند شو برو تو فروشگاه در پاریس در حالی که در تهران نشستی، بلند شو برو تو فروشگاه پاریس قدم بزن خریدت کن برگرد بیا تو خونت بدونی که از خونتون تکون بخوری. این میشه دنیای مجازی. موج چارون این شرایط داره. چند تا دوربین هست، یک کلاه ویرچوال ریالیتی که شما سرت میذاری، شما رو میبره در فضای سبودی، منتقلت میکنه در اون فروشگاه، خرید میکنی بیاد. آینده که اینه، این آینده رو من پیش بینی کردم تا 2 دهه دیگه میاد، یعنی فقط 20 سال دیگه ما میریم تو دنیای مجازی. تو این دنیای حقیقی به صورت یقین تجارت به ترتیب به صورت نمایی اینه که اولش کم کم میشه، بعد یه سالی بگذره یهو سریع میشه. نمایی من فکر می‌کنم تا 10 سال دیگه اصلا تجارت سنتی معنی نداره، یعنی همه چی میره به سمت تجارت الکترونیکی. همین الانش هم ما پرتیم، والله اگه نگاه کنی تو دنیا 30,000 میلیارد دلار الان خرید و فروش روی اینترنت و اینجور چیز هست که از اون مستم 1 میلیون هم ممکن نباشه. خب وقتی بگیم ما وارد یک بازی اقتصادی در عصر دانش، در اقتصاد دانش محور که دیگه پول داره از بین میره، کالا از بین میره، سرمایه از بین میره، ما هنوز داریم به ساختمان و گل و چوب و خشت بها میدیم. به یه متر زمین که این همه سرزمین داریم هنوز ارزش برای ما که این زمین اگر 50 متر اون ور خیابون باشه قیمتش مثلا فرض کن مثل 2 میلیون تومنه، 50 متر این ورترش 1 میلیون تومنه. اصلا هیچ اقتصاد عقلانی حاکم بر این تفکر نیست. منتها تو اقتصاد ما ایرانمون کشور فوق العاده ثروتمندیه. حتی اگر آخوندا تمام منابع زیرزمینی و روزمینی ایران رو بدزدن که قدرت چنین کاری رو دیگه ندارن، همین 4 فصل اقلیم ایران این پتانسیل رو داره که ایران رو جزو ثروتمندترین کشور خاورمیانه کنه. آیا میدونید که مرفه ترین کشور جهان فنلاند تنها 5% خشکی و زمین قابل استفاده داره؟ 95% خاک کشور فنلاند پوشیده از برفاییه که هرگز آب نمیشن. فنلاند تنها با مدیریت صحیح مالیات شهروندان تونسته به رفاه برسه. هموطن گرامی، ما جمعیتی بالای 8 میلیون ایرانی نخبه داریم که به خاطر وجود شوم جمهوری اسلامی مهاجرت کردن و سرمایه هموطنان خارج از کشور وقتی که برگردن میتونه ایران رو 100 سال از بقیه کشورهای مرفه همسایه جلوتر بندازه و این در حالیه که تنها 1 مانع برای رشد ایران وجود داره و آن هم جمهوری اسلامیه که با برداشتن جمهوری اسلامی اولین روز بعد از سقوط آخوندها
اقتصاد ایران جان میگیره و این تورم ها تنها در یکی دو هفته دود میشه و به هوا میره. ما فرصت براندازی جمهوری اسلامی رو نباید از دست بدیم که پشیمانی بسیاری با خودش به همراه میاره و این در حالیه که جمعیت تجمعات اگر زیاد بشه هیچ کس جرأت تعرض به مردم رو نخواهد داشت. اعتراض حق ماست. درود و عرض ادب خدمت شما همراهان گرامی و دوستان عزیزم. این کانال از نقد هر چیزی واهمه نداره چون وابسته به هیچ سازمان و گروه دولتی یا خصوصی در داخل یا خارج از ایران نیست و تنها حامی ما شما مخاطبین عزیزمون هستید که با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری ویدیوها از ما حمایت میکنید. اعتقاد داریم ایران به دست ما مردم ایران نجات پیدا میکنه و این جامعه درمانده سرخورده و مبهوت باید روزی از این خواب بیدار بشه و تا اون روز و تا وقتی که جان در بدن داشته باشیم برای رسیدن به نقطه هوشیاری کنارتان خواهیم بود و از هیچ تلنگر و نقدی دریغ نمی کنیم. مرسی که هستین. روز و روزگارتون خوش.